خودش جنگه، جنگ اطلاعات. تغییر تاکتیک دشمن از جنگ نظامی به جنگ اطلاعاتی، نقش سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در این میدان نبرد برجسته تر می شود. بعد از دوران دفاع مقدس، دشمن یه استراتژی، یعنی استکبار در مقابله با جمهوری اسلامی، استراتژی جدیدی رو در پیش گرفت و اون استراتژی تغییر رفتار بود. توی استراتژی تغییر رفتار یه جنگ نرم سنگینی رو بر علیه ما طراحی کرد و این رو داره سنگین تو ابعاد مختلف تو فضای مجازی، خدمت شما عرض کنم که ابعاد مختلف، جاسوسی، ضد جاسوسی و غیر ذلک داره این مسیر رو دنبال میکنه. نکته مهم و قابل توجهش اینه که ما هر روز در حال جنگ اطلاعاتی با دشمنیم. یا باید دست از اهداف انقلابمون برداریم یا اهداف انقلاب رو دنبال کنیم. هر روز رو داره طراحی میکنه که تو فضای جنگ نرم خصوصا احساسش اینه که دیگه نمیتونه تو اون هدف اولی و استراتژی اولی که تو دوران دفاع مقدس داشت که در واقع ساختار انقلاب رو دنبال بود به هم بریزه و از بین ببره ساختار نظام رو، اونجا به نتیجه نرسیده. تو به نتیجه رسیدن این در واقع تغییر رفتار و استراتژی دومش باید بیاد همیشه با ما در حال جنگ باشه. اقدامات امنیت زدای دشمنان تنها محدود به یک حوزه مشخص نیست. دشمن در همه حوزه ها برای ضربه زدن به اعتبار ملی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران فعال است. مقابله موفقیت آمیز وزارت اطلاعات با این اقدامات برای بسیاری از سرویس های اطلاعاتی با سابقه هم حیرت انگیز است. گسترده وزارت اطلاعات حوزه فرهنگ، اقتصاد، سلامت و سیاست را هم در بر می‌گیرد. اقدامات سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در حوزه اقتصادی مصداق بارزی از این فعالیت هاست. در رابطه با مباحث اقتصادی همه استان‌ها و شهرستان‌هامون، دستگاه اطلاعاتیمون اونجا همه حرکت‌های اقتصادی رو زیر نظر داره. خیلی جاها ما در شهرستان‌ها داشتیم بعضن طراحی احتکار شده. خود اون مجموعه و فردی که طراحی احتکار داشته در جریان نبوده که همه اطلاعاتش رو ما داریم. به محض اینکه این احتکار خواسته تاثیرگذاری تو در واقع مشکل اقتصادی مردم اون شهر داشته باشه، فوری با مرجع قضایی اون احتکار در واقع به هم خورده و نیاز مردم برطرف شده. یا بحث دارو، حتی تو همین بحث هم ما بعضن مقوله احتکار یا بعضن مقولاتی داشتیم که بعضی از اوقات بد نیست من اشاره بکنم که اصلا دوستان ما خودشون ورود کردن به اینکه یک نیاز دارویی رو حتی بعضن از بیرون برای داخل کشور برطرف بکنن که توی مقوله ما اگر دچار مشکلیم اون مشکل مرتفع بشه. اقدامات و عملیات موفقیت آمیز وزارت اطلاعات در مقابله با عاملان ناامنی برای مردم، امروز این مجموعه را به عنوان پناهگاه معتمد مردمی تبدیل کرده است. همه در سایه سارتان، امنیت وطن باشد شعارتان. چه
چه آرام، سینه ها چه پرجوش، در نبرد پنهان، در نبرد خاموش. سرباز و حافظ اسرار ملتی، چشمان روشن و بیدار ملتی، گمنام در زمین مشهور آسمان، شد نامتان